هم جریان منحرف داعش و القاعده و امثال اینها مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، هم بعضی از جریانهای به نام اسلام و بیگانه از عمل اسلامی و فقه اسلامی و شریعت اسلامی مورد حمایت آمریکاست. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اون اسلام متکی به کتاب و سنت است که با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، با شیوه و متد علمی جا افتاده و تکمیل شده در حوزه های علمیه استنباط می شود و به دست میاد. اینجور نیستش که روش استنباط مورد توجه نباشد. هر کسی بتواند قرآن را باز کند و اصول حرکت اجتماعی را استنباط بکند. نه، این یک متد دارد، این یک روش دارد، این روش علمی است، کار شده است. کسانی هستند می توانند این روش را دنبال کنند. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اینه. البته هر کسی هم که اون متد را بلد است، اون روش را بلد است، قادر نیست. باید فکر روشن داشته باشد، باید آشنای با زمان و مکان باشد، باید نیازهای بالفعل جوامع بشری و جوامع اسلامی را بشناسد، باید دشمن را بشناسد، نحوه دشمنی های او را بداند. اون وقت میتوانه اسلام ناب را مشخص کند و بشناسد و بشناساند. اسلام آخوندهای درباری که امام مکرر با همین تعبیر از آنها اسم می آوردن، اسلام داعشی، اسلام از اون طرف اسلام بی تفاوت در مقابل جنایات صهیونیستی، در مقابل جنایات آمریکا، اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرت‌های بزرگ و به اشاره آمریکا، اینا همه سر در یک آخر دارن، در یک جا اینا همه به هم میرسند. از نظر امام اینا همه مردودند. اسلامی که امام معرفی میکند در مقابل همه اینهاست. پیرو امام، اون کسی که دنبال رو امام است، باید مرزبندی داشته باشد، هم با اسلام متحجر هم با اسلام سکولار مرزبندی با اینها داشته باشد، اسلام ناب را شناسایی کند و دنبال کند. این یکی از اصول امام اینه.